دفتر سابق اصلاحات اداری غور در نظام جمهوری اکنون به پناهگاه امن معتادان مبدل شده. ده ها معتاد به مواد مخدر اینجا شب و روزشان را سپری می کنند. مانند گل محمد و همسرش که می گویند باشنده اصلی فاریاب هستند و در شبها و روزهای سرد زمستان اینجا پناه می برند. دونیم سال معتاد ایرون شدم. از بدبختی جای جوگه ما مشخص نیه. دیگه یک شب زیر پلچک، یک شب زیر درخت، یک شب داشت. فاطمه همسری گل محمد است. او از بدبختی های اعتیاد و ستو آمده است. نان نمیفیم بخوریم. بچیم گویم نمیفیم بخوریم. پتر نید بلامون نید. تایپی من نمیتون. دوری خاکو، دوری گلو هستیم نمیتون. زیر پلچکو. دیگه این بدبختی ها هستیم دیگه. اما این ساختمان دولتی در مرکز شهر فیروزکوه به گفته باشندگان محل پس از برگشت طالبان به قدرت به این وضع رسیده است و در و پنجره اش نیز تاراج شده است. باشندگان محل از به هدر رفتن این تأسیسات عامه و نیز تجمع معتادان انتقاد می کنند. این تعمیر به مدت یک نیم سال میشه به باد فراموشی سپرده شده و تمام در و کلکین و دروازه و سمیخاری ازی از طرف افراد استفاده جو به غارت برده شده و مکان امنی برای معتادین مواد مخدر شده. مسئولان طالبان در غور در این باره حاضر به گفتگو نشدند. بر بنیاد آمارهای مسئولان محلی، ولایت غور که امسال از سردترین ولایت‌های افغانستان شناخته شد، در آن بیش از 50,000 معتاد که حدود 30% درصدشان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، زندگی می‌کنند.